از هیچ چیز نباید ترسید مگر خود ترس، اونه که پدر همه ما رو در میاره. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. بسیار متشکرم خدمت شما و بینندگان خوب عزیز. سلام عرض میکنم. من متاسفانه به دلیل اینکه برنامه رادیو همراه رو داشتم تا رسیدم و ترافیکم سنگین بود، قسمت اول صحبت خانم نرگس محمدی رو نشیدم و قسمت هایی از گفتگوی باور نکردنی آقای نوریزاد رو. من نمیدونم، بعد از شنیدن مطالب ایشون من قسمت اول رو نشنیدم. فقط شاید کافیست ما همین صحبت ها رو بگذاریم و بارها و بارها بشنویم به جای اینکه حداقل من حرفی بزنم. واقعا حرفی برای گفتن ندارم. من این همه توان رو، این همه واقع بینی رو، آگاهی رو، این همه شجاعت رو و بالاتر از اون این همه وسعت نظر و روشنبینی و روشندلی رو بر کمتر آدمی سراغ داشتم و دارم، با وجودی که خیلی دور برم نگاهی. مثلا باور نمی کردم و باور نمی کنم یک کسی بتونه در ایران این گونه سخن بگه. می خواید قواعد تلویزیونی رو بشکنیم؟ برای اینکه نظر شما برام خیلی اهمیت داره، می خواید یک بار دیگه سخنرانی خانم نرگس محمدی رو پخش کنم؟ شما هر قاعده رو در این مسیر بشکنید حتما بهترین شکستی است که به هر چیزی دادید و هر بهترین شکستنی است که انجام دادید. نه، من فقط به خاطر خودخواهی خودم نمیخوام، ولی اگر هستالی فکر کنید واقعا این مطالب رو باید شنید و شنید و شنید، خیلی خوشحال میشم برای که منم نشنیدم. بلند میخواد بشنم. بینندگان عزیز، یک بار دیگه به سخنرانی خانم نرگس محمدی با هم نگاه میکنیم و این سخنرانی مبنای پرسش من از دکتر فرهنگ هلاکویی است. با هم یک بار دیگر به این سخنرانی شجاعانه و پرقدرت نگاه میکنیم. توجه داشته باشید، این سخنرانی در بهشت زهرا انجام میشه و به جمعیت نگاه کنید. با هم نگاه میکنیم. و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. الله، آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار میگرید و ستار ستار میگوید؟ چرا هیچ ناهیه از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس
از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهیه از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است. از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطع ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم؟ چون بدحجابی منکر است. اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین آمر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت، حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرده کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچو خون حسین، همچو خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم، و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم، و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون. بله، نظرتون چی آیده تو؟ من نظری ندارم. من باور نمی کنم جناب فروزنده که این در بهشت زهراست، که ما یه چنین مردمانی داریم که اینقدر آشکار و روشن می بینند و توانایی بیانش رو دارند و همه پیامدها و عواقبش رو هم می دونند و می پذیرند. من نمی دونم چی بگم. برای من فوق العاده جالب بود که کسی بتونه در اون چنین شرایطی مطلب رو این گونه مطرح کنه و مادری که داغ فرزندش رو داره، اون هم این گونه که ایشون گفتن، که فکر نمی کنم خلافی درش بود، که شکنجه‌گری بگه من یک کسی رو زدم تا مرد. واقعا جالب این که این داره خود شکنجه‌گر نقل کرده که اینو من میزدم میخندید. یعنی چی آقای دکتر؟ من نمیفهمم. شما هم جامعه شناسی؟ نمیدونم دادی. نمیدونم، برای اینکه ماجرای
خنده و گریه هم در مغز انسان هم در زندگی انسان دروی یه سکه هستن، ولی جای هم قرار میگیرن. چقدر شما به خاطر شادی فوق‌العاده اشک شوق میریزید و چقدر شما در شرایط وحشت زده و ناراحت خنده عصبی میکنید، اون رو در دنیای علم میشناسید. بنابراین در مغز این جا به جایی ها صورت میگیره. من فکر نمی کنم که ستار بهشتی احساس شادی یا لذتی می کرده، اون رو قبول ندارم و قبول نمی کنم. من تصور می کنم که واکنش و پاسخی است که او به صورت اون چی که انعکاس می دونیم و در وجود ما هست از خودش نشون می داد. این رو در کودکان وقتی که به این دنیا میان و به حساب ما لبخند میزنن مطالعات نشون داده اثر شادی نیست، حتی برخی از اوقات مقدمه گریهشون هست. من این رو اینگونه تلقی میکنم، گفتم واقعیت رو نمیدونم، ولی حدس و گمان من این است که او در یه مرحله ای از حال احساسی و درد بوده که دیگه تفکیک اینها براش ممکن نبوده و واکنشش نه واکنش بلکه ریفلکشن، انعکاسه که اون رو در خصوص بدن انسان در ولایه‌های پایین مغز میشناسیم. من فکر میکنم به دلیل آزار و آسیب فراوان تمام سیستم در حقیقت عقلی و احساسی او از کار افتاده، یعنی نه دیگه کورتکس یا مخ کار میکرده و نه سیستم لیمبیک احساس، و وقتی که به حس واکنش های متفاوت رو داره، یعنی در حدی که من میفهممش. به همین جهت است که او داره در بیرحمی و ظلم و تجاوز بیمارگونه خودش که جهل و خودکاهی و بیماری در هم گره خوردن عمل میکنه و او یک وجود نمیدونم از پا در اومده است که حالا بدنش واکنش نشون میده، درست مثل منی که در حال مرگ خونم جاری میشه، ولی معناش این نیست که خون در جریانه، معناش این هست که من در یه شرایط کاملا غیرعادی هستم که واکنش طبیعی لایه های پایینی مغز من درش هیچ نشانی از این که او حس و احساس حتی عادی داشته نمیبینم، چه رسه به خوب. و بعدم اون واکنش رو میشناسید. من اینقدر خنده های تلخ دیدم، اینقدر خنده های عصبی در آدم ها دیدم که نشون دهنده به هم ریختگی است، همونطور که بیشتر افراد شاهد اشک شوق بسیاری هم بوده. آقای دکتر، با یک سال دیگه میخوام این قسمت رو ببندم، ولی توضیح شما رو در این مورد برام بسیار با ارزشه. این که شما به عنوان یک جامعه شناس وقتی جامعه در این مرحله قرار میگیره که علارغم کنترل شدید اجتماعی، علارغم هر روز چوبه های دار به هوا بودن، در یه مکان عمومی مثل بهشت زهرا کسانی پیدا میشن که این چنین نطقهایی رو میکنن با همه خطراتش، این نشانه از چیه؟ به نظر من نشانه این هست که به یه مرحله ای از حقیقت و فضیلت رسیدند که کاملا موضوع خودشون فراموش شده و خودشون رو فقط یه وسیله‌ای برای بیان اون حقیقت و جا انداختن اصول اخلاقی که در فضیلت انسانی هست ارائه میدن. ممکنه درباره این سخنشون اندیشیده باشند، ولی درباره عواقبش نه و به اونم اونقدر اهمیت نمیدن. تو صحبت آقای نوریزاد یکی دوتا جمله بود که در این حال بسیارم معنی دار بود و درک واقعی ایشون به نظر من نشون میده که برای اونم آماده هن. یعنی اینکه احتمالاً ما هم زنده نخواهیم بود و ما هم به زندگیمون نوعی پایان خواهند داد. آدم باید به یه مرحله برسه که یه نوعی از نظر روانی، احساسی، عاطفی و یا امید به تغییرات تدریجی مرده باشه و فکر نکنه که با اصلاحات و تغییرات جزئی
میشه چنین حالی رو به وجود آورد. موجودات استثنایی نمونه هستن. من واقعا اگر این رو برای من پخش میکردن صد و یک حاضر بودم شرط ببندم که این خارج از ایرانه. تصور این که در داخل ایران کسانی بتونن این گونه سخن بگن، اون هم بر جایی که کاملا از قبل اعلان شده و آشکار آشکاره رو نداشتم، اونم با یه چنین دانایی آگاهی و متوجه ظرافت ها و لطافت های موضوع و مسئله بودن، برای من بسیار بسیار جالبه. من متاسفانه به دلیل نوع کاری که الان درگیرش هستم و گرفتاری ها فرصت یک نگاهی به این موضوع ها ندارم. اینه که وقتی که خدمت شما میام و از قبلم راجبش حرفی نزدیم، همیشه به اصطلاح اینجایی ها سورپرایز میشم یا با تعجب و حیرت روبرو میشم. امروز هم نمونهش بود و همچنان چنینه. و بنابراین اگر شما میخواید منو در این وضعیت قرار بدید، نه ابدا همچین قصدی ندارم. نه مطمئن هستم ندارید، ولی به هر حال شما چیزایی میدونید که من نمیدونم، بنابراین اونا رو مطرح میکنید و من ناآگاه ازش اینجا با خبر میشم. در همه مواردی که تا الان ما با هم صحبت کردیم نظر شما درسته، ولی امروز موردی بود که من فرمت برنامه رو خدمتتون مطرح کردم، ولی شما ظاهرا فرصت این رو نداشتید که این من چیزو سخن رو شما اشاره کردید که فیلمی دارید از ماجرای قبرستان بهشتی، ولی بهشت سخنرانی رو اگر اشاره فرمودید هم من توجه بهش نکردم، بعدم ازش بی خبر. به هر حال من در جهت منظورم این است که چون شما هشدار رو دادی. نه اگر میدونستم که مایل هستید که قبلا هم گوش کنید حتما میفرستم. نه ترجیح من میشه اینا خود به خودی است جناب. اتفاقا یه نکته اشاره فرمودید که چگونه این افراد به اینجا میرسن. ما میدونیم انسان قرار طرح داشته باشه، برنامه داشته باشه، نقشه داشته باشه، ولی یکی از ویژگی های آدم سالم حالت خود به خودی و خودجوششه که شما در این آدم ها میبینید. کاملا پیداست که در اون لحظه فقط به اون لحظه و اهمیتی که موضوع داره فکر میکنن، نه به قبلش و نه به بعدش کاری ندارن، پاش وایسادن بدون تردید. یعنی حرفشون است که حرف من اینه دیگه. اگر شما میخواید واقعیت رو بکشید، حقیقت رو بکشید، عدالت رو بکشید، محبت رو بکشید، خب بکشید. دکتر میخوام وارد بحث اصلی برنامه بشم و نظرات شما رو در وقتی که داریم داشته باشم. اخیراً یک اتفاقی افتاده در کانادا. یک ما شو بسیار جالبی داریم داشتیم، یعنی در کانادا به عنوان تاکشو رادیویی است به نام کیو. یکی از خالقین این شو یک جوان ایرانی تحصیل کرده است که در انگلستان به دنیا آمده، ولی ایرانی تباره و تحصیلاتش رو در بهترین دانشگاه انگلیس تموم کرده و رفته و این شو در یک تلویزیون غیر انتفاعی پولسازترین برنامه هم بوده و فکر میکنم اگر من اشتباه در تاریخ ها نکنم از یک شنبه پیش این شو قطع شده یا یک شنبه هفته قبلش. به هر حال خیلی زوده تاریخ. آقایی که مجری این بودن و یکی از خالقین این شو بودن آقای ژیان قمیشی هست. آقای ژیان قمیشی در هفته قبل در فیسبوک خودش یک مطالبی رو نوشته که من با دخترهایی که رابطه داشتم این دخترها رو آزار میدادم، سکس ماجراجویانه داشتن. یعنی این سکس هم جنبه های سادیکی داشت و هم جنبه های مازوخیستی داشت. این رو در فیسبوک خودش گذاشته. جالب اینه که گذاشتن این مطلب در صفحه فیسبوکش بازدید کنندگان از صفحش رو از 40,000 تا به 100,000 تا افزایش داده. ولی بلافاصله بعد از که این کار رو میکنه دخترها حاضر نمیشن که بیان جلو و اسمشون مطرح بشه و شکایت بکنن. یکی از کارمندان تلویزیون هم این بعد از طرح این ماجراها میگوید که آقای قمیشی قصد آزار جنسی
نسبت به ایشون رو داشته. شبکه سی بی سی ناگزیر می شود که آقای قمیشی رو از کار اخراج بکنه. از شما درخواست میکنم با هم به خبری که در این مورد شبکه سی بی سی پخش میکنه نگاه کنیم تا من سوالم خدمتتون مطرح کنم. با هم نگاه میکنیم بینندگان عزیز. Disturbing news story has emerged over the weekend. Gian Gomeshi has been fired from his job at the CBC over allegations about his sex life, including claims by three women of unwanted sexual violence. No charges have been formally laid against Gian Gomeshi, and he claims everything was consensual. Gian's suing the state broadcaster for $50 million. بیننده ای تکست دادن که من اشتباه کردم گفتم شو تلویزیونی، معذرت میخوام. نه، شو رادیویی بوده. ایشون هم فارغ التحصیل بسیار خوب دانشگاه یورک بودن و از سال 1999 همکاریشون رو با شبکه سی بی سی آغاز کردن. بسیار جوان خوشقیافه و اینجور که من نمونه شوشون رو دیدم شو بسیار با ارزشی بوده. دکتر، و ایشون گفته که شیوه های ماجراجویانه جنسی هم سادیسم رو ذکر کرده هم مازوخیسم رو ذکر کرده و گفته که قبل از برقراری رابطه از دخترها میخواسته که اگر موافقن با این وارد رابطه بشن. ممکنه شما به عنوان یک متخصص در این مورد نظر بدین؟ 7-8 تا نکته است جناب فروزنده بانوی ارجمندی هم که توضیح میداده، هم خبرنگار و هم هر دو نسبتاً به نکات مهمی اشاره کردن. حالا اگر ضرورتی داشت، چون مثلا به زبان انگلیسی بود، بنده اشاره بهش خواهم داشت. اولا بسیاری از اوقات آدما ممکنه به چیزی تن در بدن و رضا بدن، ولی معناش نیست که همه اجزای مربوطه به اون رو میدونن. شما ممکنه بخواید یه سفری برید به افریقا، ولی بعدا نمیدونید چه شرایطی دارید. آدمایی هستن که ممکنه یک کسی اگر بگه ما در رابطه جنسی احتمالاً چه میکنیم، این احتمال وجود داره که فرد بهش رضایت بده به دلایلی، ولی بعدا از شدتش و بعدا وقتی اتفاق میفته ممکنه واکنش دیگه ای داشته باشه. من که فکر کنم اخیرا قانونی هم در ایالت کالیفرنیا بود، دقیقا یادم نیست که وقتی کسی میگه نه یعنی نه، هیچ نه توضیح میخواد و همونجا باید هر حرکتی متوقف بشه. بنابراین مورد اول است. دوم اینکه یه اشاره حاشیه‌ای بکنم، کسانی که در رابطه جنسی که خودش به خودی خودش احتمالاً بالاترین مرحله تحریک کل سیستم هست، هنوز اینقدر کم میارن که باید دست به موارد دیگری بذارن که به اون اضافه کنه که براشون معنی دار بشه، غالبا از یه بیماری ها و گرفتاری های فراوانی روبرو هستن. چون درست مثل این است که شما من بفرمایید که من مثلا میخوام غذا بخورم، ولی دلم میخواد که مثلا غذا برای 1000 نفرم دور بر من باشه یا تو سر و صورت من پاشیده بشه. شما برای خوردن غذا یه مقداری غذا میخواید، حالا به اصطلاح خود ما یه پرس غذا میخواید دیگه، 10000 تاشو که نمیخواید. و بنابراین وقتی حرفای از این قبیل، شما با آدمای گرفتار و بیمار روبرو هستید. یعنی به مجردی که کسی به من بگه من برای داشتن رابطه احتیاج به یه استیمولیشن و تحریکات دیگری دارم و خود ایجاد ارتباط چه حتی جنبه فیزیکی و مکانیکی داشته باشه، چه جنبه احساسی عاطفی داشته باشه، اون برای من کمه. خب شما همینجا متوجه میشید که با یه موجودی روبرو هستید که مغزش به صورت عادی کار نمیکنه و احتیاج به یه اضافه ای داره که بتونه او رو برانگیزه. و وقتی میرسه که حالا اگر لازم شد عرض میکنم به ماجرای این که من تحریک جنسی رو یا ارضاء جنسی رو در رنج بردن و یا رنج دادن میبرم، در درد کشیدن و یا دردی رو به دیگران وارد کردن، شما متوجه میشید که با یه گرفتاری و مشکل روبرو هستید. و با عرض پوزش از بینندگان خوب و عزیزتون، یکی از گرفتاری های فرهنگی ما همینه که به خاطر اینکه مسائل جنسی به نوعی تجاوز مرد به زن، لذت مرد، درد زن و یا هر چیزی از این قبیل همراه بوده، ما لغتی رو که برای رابطه جنسی و یا عاشقانه و برخی از اوقات احساسی عاطفی بیان میکنیم، لغت آخ جون هست که ترکیب لغت آخ که از درد میاد و جون
که بار یه مقدار احساس خوب نسبت به دیگری داره نشون دهنده این است که اصولا گفتگوهای از این قبیل ریشه در همون حالت مازوخیستی سادیستیک، یعنی خودآزاری یا دیگر آزاری و ترکیب اینا با هم داره که میتونم توضیح بدم از کجا میاد. و به همین جهت است که شما وقتی که یک آدمایی دارید که دچار انحرافات جنسی هستند، بیماری‌های جنسی هستند، موضوع رابطه جنسی با درد و لذت علاوه بر آنچه که مربوط به خود رابطه جنسی همراه میشه و آدمایی که تحریک سیستم عصبیشون به راحتی و سادگی صورت نمیگیره و احتیاج به یه چیزی اضافه دارن که برخی از اوقات دست به کارهای عجیب و غریب میزنن، یه دی باید فیلم تماشا کنن، یه دی باید حرفای عجیب و غریب بزنن، یه دی باید آدمای دیگه رو هم با ویژگی‌های خاص تو رابطه جنسی بیارن. باز بینندگان خوب و عزیز خواهند بخشید، یه دستن که حتی ممکنه حیوانات رو در ارتباطات جنسی میان خودشون و شریکشون حالا یا همسرشون درگیر کنن. شما یه دفعه متوجه میشید که موضوع اختلالات روانی، بیماری‌های روانی، بیماری‌های جنسی که انواع مختلف و متفاوت داره به دلایلی به موضوع لذت و درد و مواردی از این قبیل مرتبطه و به همین جهت است که یه آدم عادی در شرایط عادی میخواد عادی زندگی کنه. اونجورا باز کسی رو اذیت نکنم، اما یه کسی که باید عرق بخوره یا مواد مخدر مصرف کنه چی رو نشون میده؟ نشون میده من با این سیستم حسی و احساسی و عقلیم توان کشیدن بار زندگی رو ندارم و بنابراین از یه طرف میخوام سیستم حسی و احساسی و عقلیم از کار بیاندازم و از جانب دیگه میخوام خاطر برخی از این مواد مخدر یه حس و احساس و حالت دیگری پیدا کنم. و به همین جهت که شما میتونید ببینید یه آدم مست یه سری کارهایی رو میکنه که هرگز در بیداری نمیکنه و مغزش رو به یه سمت و سوی میبره که قبلا نبوده. این مسئله در خصوص انسان عجیب و غریب نیست و به همین جهت که در جایی مختلف به شکل و صورتهای مختلف هم خودش رو نشون میده. حالا هر جور که مورد نظر ریشش در کجاست دکتر؟ ببینید ریشش در چند چیزه. اصل اول این هست که در مغز ما و در مغز پایه که فقط من در گفتگوی قبلی هم اشاره کردم اون مکانیزمی که کار میکنه پلیژر اند پینه، لذت و درده. مطالعات اخیر نشون میده همه مغزها همیشه با درد و لذت کار میکنه. پس این اولین مسئله است. دوم، وقتی شما نگاه میکنید به انسان، چون اینو باید دونست، من در ارتباط با خودم شیء خارجی هستم، یعنی من همطور که به شما نگاه میکنم به خودم نگاه میکنم، شما رو باهوش میدونم، خودم رو کمهوش میدونم، شما رو مهربان میدونم، خودم رو نامهربان میدونم. پس بنابراین من بین خودم و خودم یه تفاوتی قائلم، من برای خودم شیء خارجی هم. به همین جهت که برخی از وقت از کاری که کردم خوشحالم و به خودم میگم خوب کاری کردی، برخی از وقت پشیمونم میگم این چه کاری بود کردی، حتی ممکنه تو سر خودم بزنم، حتی ممکنه خودم رو بکشم. چرا من برای خودم شیء خارجیم؟ بنابراین مطلب اول رو باید فهمید که اساس مغز انسانی پلژر اند پین، لذت و درده. دومی که من برای خودم شیء خارجی هستم. سوم، ما از طریق رابطه هست ریلیشنشیپ و بعدا ارتباط کامیونیکیشن که اصلا انسان میشیم و با دیگران مرتبط میشیم. ما در رابطه دو چیز رو باید مواظبش باشیم، از یه طرف به دنبال لذتی، بنابراین شما در حالت عادی و طبیعی به سمت کسی کشیده میشید یا به سمت گفتگو یا رفتار با کسی قرار میگیرید که به شما لذت میده و از جانب دیگه شما از کسی که دردتون وارد بهتون وارد کنه، رنجتون بده، دور میشید. اما اشکال کار طبیعت انسان که همونطور که اگر من و شما اینقدر تریاک بخوریم میمیریم، ولی اگر کسی که به خوردن تریاک عادت کرده و معتاد شده اینقدر نخوره میمیره، ما میتونیم کاملا این طبیعت خودمون رو دگرگون کنیم تا اونجایی که ما میتونیم از درد چه خودمون چه دیگری لذت ببریم. حتی در مغز چنینه. فرض کنین کسانی که دست خودشون رو میبرن، شما برخی از اوقات دیدید رگ خودشون رو نه به خاطر خودکشی میزنن، اینا مطالعات نشون میده که تغییراتی که از نظر خونی که از اینجا میاد و حالی که پیدا میکنن در مغز فعل انفعالات رو صورت بگیره که اونا رو به یه امنیت و آرامش و یه خلصه ای میرسون. بنابراین برخلاف تصور با که این کار مثلا آزار دهنده است، برای اونها نجات دهنده است. چرا؟ مغز اینگونه داره کار میکنه. نتیجتا شما میتونید اوضاع رو دگرگون کنید. حالا کودک انسانی در ارتباط با آدم ها چه وضعی پیدا میکنه؟ من میخوام با شما رابطه داشته باشم، من دلم میخواد رابطه من با شما لذت بخش باشه. اما وقتی در شرایطی قرار میگیرم
که نمیتونم رابطه لذت بخش داشته باشم، رابطه دیگه هم نیست، رابطه دوم هم حاضرم قبول کنم، رابطه که موجب رنجه، چه رنج خودم چه شما. بنابراین شما چی میبینید در خانواده ایرانی که مثلا ما میگیم اینا بس خواهر برادر مثل سگ گربه دائما دارن سر کله هم میزنن؟ شما خیلی راحت میتونید ببینید، حتی اگه بخواید جداشون کنید بگید خب تو برو اونجا، تو برو اونجا، تو کار خودت رو تار خودت بکن، میگه باز برن سراغ هم، با وجودی که شما میدونید ای بس اصلا از آغاز دعوا میکنن یا بعدن دعوا میکنن. یعنی اشکال کار اینه که این سیستما در کودکی میتونن بچسبن. بچه‌ها در کودکی چه میکنن؟ این دوگانگی رو دارن، محبت میکنن، ولی اگر جواب لازم نگیرن ممکن طرف مقابل آزار بره. اینکه شما برخی از بچه‌ها میبینید خودشونو میزنن، بچهای دیگر رو هول میدن، بچهای دیگر رو میگیرن، بچهای دیگر رو گاز میگیرن. یعنی فکر کن این طریقه ارتباطه. باز شما نگاه کنین به رابطه بچه‌ها، به دو دلیل به پدر مادر میچسبن. شما من اگر ببینم یه بچه‌ای به پدرش و مادرش سخت چسبیده، دو تا حکم میکنم، یکی از خوبی و مهربونی مادر و یا پدر، یکی از وحشتی است که بچه از پدر و مادر داره. ما به دو دلیل به آدما میچسبیم، یکی محبت، یکی وحشت، یکی لذت، یکی درد. به همجاست که حتی شما نگاه کنید به مطالعات کسانی که آدما رو گروگان میگیرن، بعد از این مدتی رابطه بین اون کسی که گروگان گرفته شده و اون کسی که گروگان اون رو گرفته اصلا رابطه بینشون پیدا میشه، حتی یه حالات خاصی پیدا میشه. انسان موجود عجیبه، وقتی میگن پر از تضاد و تناقضه، شب و روزه واقعا همینه. نتیجتا شما با یه موجودی روبرو میشید که اصولا به طور کلی یه زمینه داره که از لذت بره به درد و این رو به عنوان موضوع زندگیش بدونه. به همین جهت است که در برخی از جوامع شما میبینید آدم ها درگیر یه مقدار حالات یا رفت و آمدایی میشن یا کارایی میکنن که توش دردآور و آزاردهنده است. امیدوارم باز کسی را اذیت نکنم، ما چرا باید مسابقه بوکس داشته باشیم؟ یعنی چرا باید یکی یکی رو بزنه تا مرزی که او رو به زمین بزنه یا تو بکشه؟ و این رو تایید میکنه، برای که یه نوعی گرفتاری از این باید داریم. بعد از که فروید معتقد بود که دو تا غریزه، کپته میدونیم دومیش نیست، دو تا غریزه وجود انسان رو اداره میکنه، یکی غریزه جنسیه، یکی غریزه پرخاشگری. و به همین جهت بود که او گرفتار بود، چون در انسان قرن 19 همی که او میدید کاملا میدید با کمتر کسی روبروست که درش غریزه پرخاشگری نباشه، مشکلات جنسی هم که سر جاش بود. ترکیب این دوتای پرخاشگری و تمایلات جنسی به هم گره میخوره و چیزایی از این قبیل رو به وجود میاره. بنابراین جمعیت هایی که در جهان به وجود آمدن همطور که اون بانوی عزیز گفتن میخوان اینا رو تفکیک کنن، یعنی نشون بدن در چارچوب رابطه جنسی از آغاز تا پایان باید مهربونی و محبت باشه. تعجب نکنید، من تو کار روان درمانی و تراپی با خانمای روبرو شدم که من گفتن وقتی همسر من با من خشن، نه اینکه دردآور به اون صورت باشه، خشن برخورد میکنه، من حالت تحریک بیشتری دارم. حتی برخی از وقت گلایه و شکایتشون از این مرد این بودی که خیلی به اصطلاح جنتل و نرم و آرومه. من موردی باز داشتم تو کار تراپی که در گفتگو بعدن خانم برگشت گفت رابطه جنسی من با همسرم بسیار بده دیگه، یعنی ما نداریم. و بعد همسرش برگشت گفت من آدم عادی و طبیعی هستم، تمایل جنسی هم دارم، ولی همسر من در رابطه جنسی انتظاری داره که من از اوتش بر نمیام. به من میگه در وقت رابطه جنسی موهای سر منو بگیر، اونقدر پایین و بالا ببر که حتما یه مقدارش توی دست تو بیاد و من با تمام وجود دردم بیاد و نعره بکشم تا بتونم اون احساس رو پیدا کنم. و خواستی درز بکنم از کجا ریشاش بره؟ خب شما در اینجا یه مردی که اصولا بیمار نیست، معلومه در یه چنین رابطه‌ای حتی اگر تمایل جنسی داشت باشه تحریکم شده باشه از تحریک میافته. چرا؟ برای که اون زن در خودش حالت مازوخیستی داره. گفتگوهای علمی آخر قرن 19 هم اول قرن 20 هم چه بود؟ رابطه جنسی مرد با دیگر آزاری و رابطه جنسی زن با خود آزاری که برمیگشت به سابقه تاریخیش، نه اینکه این واقعیت از نظر بدن و سیستم عصبیه، ولی برمیگرده به اون احساسی که هست، برمیگرده به اینکه در طول تاریخ که مردان قدرت داشتن به مفهوم عامش، سبب شده که زن برای جذب این قدرت خودش رو ضعیف‌تر و ذلیل‌تر نشون میده. و هنوز هم میدونین کار میکنه. بسیاری از وقت وقتی یه زن خودش رو به مظلومیت و نادانی و ناتوانی میزنه، یه مردایی رو که این نوع
ارتباط رو دوست دارن به سمت خودش میکشه. ماجرای انسان ماجرای عجیب و پیچیده است. این توضیحات به اینجا درس کردم که توجه داشته باشیم مطلب جنبه‌های مختلف داره. حالا هر کدامش یا در ارتباط با این دوستی که من اصلا نمیشناختم و مطلبی که گفتن اگر بخواید میشه اشاره کرد. و بعدم وقتی خانمای زیادی آمدند، یعنی حداقل 3 نفر فعلا گفتن که به ما گفته که من در رابطه جنسیم مثلا حالتای خوشنط آمیز دارم، برخی از اوقات باید پرسید چه هست. مثلا فرض کنید تو از نظر مطالعات علمی مثلا نشون میده بسیاری از اوقات زنها دلشون میخواد که از حق انتخاب محروم باشن، نتیجه اینه که اجازه میدن دست و پاش رو مثلا به تخت ببندن و بنابراین به مرد اجازه هر کاری رو میدن. علت چم این هست که میخوان حالت کاملا از یه طرف بی طرف و بی تفاوت، از جانب دیگه به عنوان قربانی و مظلوم خودشون رو در بیارن. چرا این نقش رو انتخاب میکنن؟ دلایل خودش رو داره. چرا دخترانی که مورد تجاوز جنسی مخصوصا به وسیله عزیزانشون قرار گرفتن حالت دوگانه دارن؟ یکی، در رابطه جنسی میخوان آنچنان نرم و آروم و مهربون حرکت کنن که اصلا همه چیزش درست مثل یک به هر حال شیرینی باشه. و یا چرا درست برعکس، به دنبال آزار خود و طرف مقابلشونن یا حتی دیگرانن. این طرف دیگران و دیگران رو میخوام به این نکته عرض کنم. من تو کار روان درمانی تراپی با زنانی مثلا روبرو شدم که رابطه جنسی با مردا برقرار میکنن و بعدا خبرش رو به خانواده یا همسر اون آدم میرسونن برای که زندگیشون رو خراب کنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید ماجراهای گرفتاری و بیماری و انسان چرا اینقدر شکل و فرمای مختلف و متفاوتی داره. آقای دکتر، این که شما اشاره این کردید در مورد این ریشه های مطلب در فرهنگ ایرانی، این یک اگه یک بیماری هست، آیا این شاخص های فرهنگی خاص هم داره؟ در فرهنگ های مختلف هم ممکنه که تشدید بشه یا شدت و ضعفی پیدا بکنه یا نه اثری نداره؟ من درست فهمیدم نکته؟ حتما هست جناب. ببینید، اولا رابطه زن و مرد به مقدار زیادی مرتبط به اینه که محیط زندگی چقدر مزایا و امتیازات به مرد یا به زن میده. شما جوامعی رو میبینید که غذا دوربرشونه، از نظر پسکای میوه و سبزیجات وضع خوبی دارن، فاصله میان زن و مرد خیلی کمه. حتی شما در خود ایران ما نگاه کنید، شمال ایران مردمان پسکای مازندران و اون مناطق گیلان به دلیل آرام بودن هوا و داشتن امکانات و حتی نوعی تغذیه از یه نوع آزادی و آزادگی و یه نوع ارتباط بیشتر برابر میان زن و مرد روبرو هستند. در حالی که مناطق کویری ایران، مناطق خوش، شما خیلی راحت و آسوده میبینید که در اونجا مرد در حقیقت حالت فرمان روایی داره و این در کاملا کشورها مشخصه که برمیگرده به اینکه شما در یه جامعه ای چگونه از نظر طبیعی و به قضا دسته. دومش برمیگرده به نظام اینکه جامعه چند زنی است. شما در جوامع چند زنی که مردان به دلیل ثروت زنان رو در اختیار دارن، خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که چگونه در این جوامع رابطه زن و مرد تبدیل میشه به این که من برای اینکه مثلا به عنوان یه زن امتیاز بیشتری داشته باشم باید در خدمت مرد باشم و خدمت مرد از طریق محبت و مهربونی محدوده، ولی از طریق رنجی که برای او میبرم برجسته میشه. و باز نگاه کنید، اگر به شما بگن یک مادر خوب، بلافاصله مادر فداکار به ذهنتون میاد، بلافاصله مادر رنج برده به ذهنتون میاد، یا حداقل اون هم یه جایی داره. خودش نشون دهنده این است که ما خیلی از اوقات ملاک با ارزش بودن یه چیزی رو رنج ها و درد های آدمو میبینیم و اینا نشون دهنده این است که واقعا چگونه به موضوع نگاه میکنیم. من بارها عرض کردم وقتی پدر و مادری میان میگن ما به خاطر بچه همون خیلی رنج کشیدیم، جز در شرایط استثنایی معتقدم علتش این است که نادانن و نامهربان و الا بزرگ کردن بچه با دانایی و مهربانی رنج نداره. شرایط استثنایی رو کار ندارم، در حالت عادی چه رنجی؟ پس ولی در فرهنگ ها به دلایل اولا مشکلاتی که بوده و هم اکنون بسیاری از اوقات من به این دلیل به مادرم بیشتر وابسته است فکر کنم این زن
رنج بسیار کشته. به همین علاوه ملاحظه میکنید که ما یه جایی میرسیم که اصلا رنج بردن خودش میشه فضیلت. اینکه ما مظلومیم، اینکه ما تبدیل میشیم به ملتی که شهید پروریم، نشون دهنده این است که ارزش ما، اهمیت ما، جایگاه ما نه به خاطر کار مثبت سازنده‌ای که می‌کنیم، بلکه به خاطر رنجی که می‌بریم. و اینجاست که تمام این ماجراها شروع میشه. حتی شما نگاه کنید در بسیاری از جوامع، رابطه جنسی در حالی که زن ممکنه رنجی نبره و دردی نبره، همراه با نوعی شکوه و شکایت و مخالفت و بیان درد. و خیلی از اوقات مردان که گرفتار و بیمارن از اون ای بسا تحریک میشن و ارضا میشن. ماجرای عجیبی است. یعنی اگر شما تو کار روان درمانی تراپی که بنده بودم برخی از اوقات داستان‌ها رو بشنوید باور نمی‌کنید که ببخشید جسارت منو، زن و مردی هستن که وقتی که رابطه جنسی دارن میگه مثلا فلان زن رو یا فلان مرد رو هم بیاریم، یا تو با اون زن یا مرد رابطه داشته باش، و اونا در ذهنشون یکی یا هر دو تا این تجسم میکنن، یا ممکنه به هم میگن در ذهنشون داشته باش. شما با یه انسانی روبرو هستید که موجود بسیار عجیبی، و در نتیجه وقتی که این آقای قمیشی عزیز ما حرفش رو زده، کار دست خودش داده. در یه جامعه ای که سازمان‌ها و گروه‌های به حق و به جا در جهت تفکیک مسائل جنسی با مسئله خشونتن، و بعدن میدونن این خشونت متعلق به چه نوعی از باورها، اعتقادات، نمیخوام بگم فرهنگ یا انسان هاست، و میدونن به دنبال خودش چه مسائل و مشکلات و خطراتی رو داره. دکتر، این آقا در انگلیس به دنیا اومده، در کانادا بزرگ شده، زندگی کرده، 6-7 سالگی آمده به کانادا و در اونجا زندگی کرده، تاکشو موفقی داشته، البته شبکه بزرگی است، ایشون یه شو داشته در اونجا ولی شو موفقی رو داشته. دکتر، آیا این مطلب با پول و زور و شهرت ارتباطی پیدا میکنه؟ یعنی آدمای خیلی مشهور افسار پاره میکنن؟ نه. آدمای خیلی پولدار؟ نه. نه، اینا بیماری های کودکی و روانی است. من به راحتی از کجا منشأشه در کودکی؟ بذارید عرض کردم، یه اشاره خدمتتون کردم، بذارید اینجوری برگردیم. کودک انسانی، اول بذارید اصلا رابطه مادر و فرزند میگم در نوع عادیش، کودک انسانی در سنین اولیه بین حتی 9-10 ماهگی، ولی بذارید بگیم یه سالگی به بعد، تا 5-6 سالگی که بعدم پشیمون میشه از فکرش، هر زمان که مادرش بهش میگه باشه و بهش محبت میکنه، احساس خوبی از دوست داشتن نسبت به مادر پیدا میکنه، و هر زمان که مادر بهش میگه نه، احساس بدی پیدا میکنه تا مرز تنفر و تا مرز مردن مادر. به همجاست که گفته میشه ما از آغاز کودکی دوچار دو حالت متضادیم. البته اصطلاح غلطی است ولی من همونو به کار love hate relation، در حقیقت عشق و تنفر، یا درستش مهرگی. بنابراین من در ارتباط با مادرم 10,000 بار 100,000 بار احساس خوبی باهاش داشتم و او رو دوست داشتم، و 100 بار یا 1,000 بار هم به خاطر بکن نکناش یا مخالفت ها و مقاومت هاش از او متنفر شدم. حالا در وجود من دو چیز نشسته. از یک طرف من مادری با 100,000 جنبه مثبت دوست داشتن دارم، و با 1,000 تا جنبه منفی. معمولا تاثیر کمی تو زندگی من میذاره، جز در موارد حساس که من ممکنه به یه جایی برسم که در ارتباط با مادرم یا با هر زنی یا هر کسی که نقش مادر داره اون جنبه مد و منفی بزنه بیرون. اما اگر نسبت من در مقابل این 100,000 تا 10,000 تاست، اون موقع من مسئله دارم. من خیلی زود از حالت دوست داشتن به حالت خشم و تنفر میرم. این همون چیزی که شما تو پدر مادران میبینید، به فرزندشون میگن این کارو بکن قربونت برم، اینجا بیایستم، برو اون کارو بکن، یا هر چیزی، و بچه نمیکنه، میگن میزنمت، ها میزنم تو سرت که مغزت بیاد تو دهنت، و یه دفعه شما میبینید این مادر مهربون یا پدر مهربون یه دفعه تبدیل شد به یه آدم انقدر نامهربون، و واکنش هایی که نشون میده، و این چرخش هاست. شما این رو توی رابطه ها میتونید ببینید. آدم هایی هستن که ممکنه یه ماه، یه سال، 5 سال التماس کسی میکنن که با هم باشیم یا منو ترک نکن، ولی وقتی که میبینن فایده ای نداره، حالا یه 10 تا 20 تا عیب و ایراد او و فامیل محترمش رو
همه رو میکنن. اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اون دوگانگی وجود ماست. این در مفهوم شدیدش به عنوان نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی میشناسیمش که وارد اون بحث نمیخوام بشم و یکی از مرموزترین و پیچیده‌ترین انواع استراب هاست. بنابراین در انسان این دوگانگی هست. در همه ما یه حالات مثبت خوب مهربانانه است و جنبه بد و منفی. مهم درصدش، مهم فقط درصدش، آیا 1 به 99، 5 به 95، 20 به 80. و به همین جاست که برخی از اوقات شما وقتی آدم ها رو با درصدهای بالا میبینید به راحتی از حالت مهر و دوستی به خشم و قهر و تنفر میرسن. حالا ماجرای رابطه جنسی یه جایی است که برای نشون دادن اون آدم ها فرصت پیدا میکنن، برای که صمیمیترین یا انتیمیت‌ترین نوع رابطه است، کل سیستم رو در بر میگیره و به همین جاست که آدم ها در رابطه جنسی حالات بسیار بسیار متفاوتی دارن. یعنی اون چیزی که بیشتر مردم فکر کنن بقیه مثل اونا هستن، تا 5% هم مثل اونا نیستن. و گفتم من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات ماجرایی میشنیدم که هرگز فکر نمی کردم ممکنه یه رابطه تا اونجا بره. ممکن نیست که کسی ارضای جنسی یا تحریک جنسی شونگونه بخواد، همونطور که بسیار این رو میخواد. همینجاست که حتی شما برخی از اوقات مطالبی رو میشنوید که وقتی که از جانب زن و شوهر هر دو حاضر نباشن فکر کنید یکی دیگری رو داره متهم میکنه و دروغ میگه، ولی خیلی از اوقات حقیقت داره. من چون در برنامه امشب این بحث تمام نمیشه، میخوام ببینم آیا خیلی سوال دارم ولی اجازه این سوال مطرح کنم، شاید پاسخ شما هم وقت نباشه برای اینکه همه شما توضیح فرمایید. آیا درمانی هست؟ آیا میشه این حالت ها رو تخفیف داد؟ چی کار باید کرد؟ یک آدم سادیک یا آدم مازوخیست رو میشود این وضعیت رو کنترل کرد؟ چون به هر حال اگه توی زندگی هست، نمیخواد از رابطه خارج بشه، نمیخواد زندگیش به هم بخوره، طرفش این کار نیست و در این محدوده کار نمی کنه، راه علاجی هست یا نیست؟ ببینید جان فروزنده، اشکال کار، من یه مقدار کنفرانس داشتم خیلی جا مورد توجه قرار گرفته، عنوانش بوده نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. یعنی شخصیت ما مثلا تا 8 سالگی با حوادث و اتفاقات جنسی دوران کودکی ما که خیلیش اصلا به رابطه جنسی مرتبط نیست، یعنی فرض کنید از مرحله اولش که جنبه اورال داره، بعدن اینال داره، بعد وارد مرحله سگانه یا دوگانه فلیک میشه، در حقیقت حالت تناسلی است و بعدم مسئله همانند سازی است، از اونجا میگذره. و بسیار از اینا دو تا اشکال دارن، یکی این که نان وربالن، خیلی کلامی نیستن که شما به راحتی به ذهن اون آدما دسترسی داشته باشید. دوم، بسیار از اینا کاملا در اونجا جا افتادن و نشستن، یعنی محکم استوارن. درست پس که اگر انگشت من در کودکی قطع شده باشه من تا آخر عمرم ندارم. بنابراین اتفاقی که افتاده این است که عمیق و سنگینه. ولی دو تا نکته دربارش میشه گفت. اگر موضوع رو شما پیدا کنین حتما میشه براش کاری کرد. از مسیری که اون سم و زهر و انرژی رو بگیرید و یا رابطه علت و معلولی اون رو قطع کنید. و دومش آزادی انسانه که همیشه به من و شما به عنوان انسان، اگر بخوایم از آزادیمون استفاده کنیم، توان اینو میده که وقتی نباید چیزی رو بخوریم بگذاریم زمین و نخوریم، وقتی یه حرف رو نباید بزنیم بتونیم نزنیم، وقتی یه کاری رو باید بکنیم انجام بدیم. این اون مسئله آزادی انسانه که همچنان این امید رو میده. بنابراین من دوستانی داشتم که مثلا فرض بفرمایید روزی 20 دفعه عصبانی وحشتناک میشدن، ای بسا ظرف 1-10 هفته 5 دفعه خونهشون رو به هم میریختن، ولی من مثلا شرط دیدارشون رو اون زمانی که فکر کردم یه ارتباطی با من دارن برای هفته آینده کار روان درمانی تراپی من این بوده که به شرط اینکه خانوادت گزارش بدن تو هیچ چیز رو ظرف این 1 هفته خورد نکردی، به هم نریختی و عصبانی نشدی، و الا اصلا تا اونا رضایت ندن و واقعا نگن به من تو رو نمیدونم. و بعد شما دیدی هفته اومده اون کارو نکرده. حتی وقتی بیمار روانی بوده، یعنی سایکاتیک بوده، روان پریش بوده، که معمولا توان خودش اگر مواظب نباشه حتما از دست میره، حتی وقتی هم که مواظب باشه. یعنی نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که بله، هنوز میشه برای همه اینا کاری کرد. برای اینا میشه همیشه کاری کرد و خیلی از اوقات میشه هشدار داد. مواردی هستن که خیلی وارد مراحل خاص شد. نمونه برجستش که چون مهمه
مطالعاتشون کار زیاد نمیشه، کسانی است که کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار میدن و بعد از تجاوز ممکنه به مرگ اونها حکم کنن. غالب اوقات ریشه بیماری در خیلی چیز هست، ولی بیشترشون خود اینا در کودکی مورد تجاوز قرار گرفتن و چون بعد از تجاوز جنسی آرزوی مرگ داشتن، ای بسا اون رو با قربانی خودشون همراه میکنن. و مطالعات نشون میده که آنچنان مغز در اینجا به هم ریخته و صدها تیکش از هم پاشیده که دانش امروز توان تنظیم اونها رو نداره. و به همینجاست که در امریکا با وجودی که بعد از که کسی جرمی مرتکب شد و محکوم شد و مثلا دوران زندانش پشت سر گذاشت، حداقل دیگه کاری باش ندارن، این نوع افراد بعد از اینکه بعد از 10 سال از زندان بیرون اومدن، همونطور که میدونید به اون منطقه‌ای که اینا خانه‌شون رو قرار میدن، بلافاصله خبر میدن که اینجا یه آدمی است که سابقه تجاوز جنسی به کودکان داره، مواظب بچه‌هاتون باشید. و خیلی از اوقات میرین مناطق مختلف اعتراضایی رو برای سکونت اون آدم اونجا نشون میدن، در حالی که بر اساس قانون او حق سکونت در اونجا رو داره. ولی میخوام بگم تنها موردی است که بعد از در حقیقت آزادی از زندان هم سیستم به دنبال اونهاست، برای که مطالعات نشون میده غالب اوقات برای اینا معالجه نیست یا حداقل حاضر به اون معالجه نیستن. برای که شما اصولا با یه حیوان روبرو هستید، درست مثل این که شما دیدید که برخی از اوقات مثلا یه حیوانی رو در سیرک تربیت میکنن، کارهای عجیب و غریب میکنه، ولی همیشه باید گوشه ذهنتون یک خطر باشه که این حیوانه و ممکنه یک آن تصمیم به کشتن شما بگیره. و فراوون اتفاق میفته توی همین جا سی ورد ما اتفاق افتاد، این کار تو لاس وگاس اتفاق افتاد، اونجا این نهنگ است، اینجا ببری که بود. یعنی شما خیلی راحت دیدید به دلیل نوع رابطه فرض بر این بود که چنین نمی‌کنه. شما با موجوداتی از این قبیل روبرو هستید، انسان میتونه این چنین گندیده و فاسد بشه که البته راهش دور کردن و جدا کردنشه، برای که او خودش هم یه قربانی است و از درون طوفان آتشی داره، خودش آتش گرفته رو شما، خودش رو میندازه که شما رو هم بسوزونه. برای کسی نیست که در صفا و راحتی باشه. به همجاست که باید او رو هم شناخت. موارد هست، بذار جمله رو اینجوری عرض کنم جناب فروزنده، هنوز بزرگترین دلیل بیماری های روانی آسیب های کودکی مربوط به رشد جنسی ماست و هنوز بیشتر بیماری ها گره در گرفتاری های جنسی ما داره. چرا؟ برای که تمایل جنسی با مسئله پلیژر اند پین، با مسئله زندگی و مرگ و با مسئله امنیت و آرامش در مغز گره خورده و به همین جاست که شما با یه مجموعه روبرو هستید. درست مثل اینکه شما ممکنه دست شکسته رو درست کنید، ولی یه آدم سال خورده رو چجوری میتونید جوان کنید؟ گرفتاری اونجاست. خب هر پاسخی که شما میدید خودش مبنای یک سری پرسش‌های تازه است. این مراحل رشد جنسی که اشاره میکنید خب خیلی مهمه، بله، که این رو بدونیم و آسیب‌های این دوره رشد کدامین هستن. این رو میذارم اولین پرسش برنامه هفته آینده که در خدمتون هستیم. ولی یک سوال برام مطرحه در اینجا، چون این پرونده آقای قمیشی هم مطرحه، چرا زنها کم گزارش میکنن؟ چرا زنها جلو نمیان؟ حتی در جامعه کانادا، ایران رو ولش کنید، فراموش کنید، ایران، عراق، سودان، اینا رو فراموش کنید، چرا در کانادا هم زنها جلو نیومدن برای اینکه ماجرا رو مطرح کنن؟ پاسخی دادن. ببینید فرض کنید یه دختر خانومی بیاد بگه این آقا مثلا با من چنین رفتار بدی داشته، اولین سوال این است که یک، تو که میدونستی، تو که قبول کردی، تو که رابطه جنسی رو پذیرفتی، تو که مثلا خونه این آدم رفتی یا خودت دعوتش کردی، شما که مثلا از صبح ساعت 8 تا ساعت 11 با هم بودی که ساعت 11 این اتفاق افتاد، اولش هم که این گونه بود، این داستان. دوم، ما میخوام ببینیم خود تو چه جوری هستی، با پسرای دیگه بودی یا نه، با چه کسانی بودی، با اونا چه رابطه‌ای داشتی. یعنی یک دفعه دختری که به عنوان قربانی اومده میبینه، حالا وکیلی که میخواد نشون بده این آدم به هر حال دلایل خودش رو داشته و درگیر این ماجرا شده، تمام زندگی او و فامیلش رو میاره روی صحنه. بنابراین یه دختر باید به این سوال پاسخ بده، آیا من بهتر این رنج رو بکشم، این آدمی رو که به حریم و حقوق من تجاوز کرده رو بگذارم بره و ای بسا به دیگرانم آسیب بزنه، یا برم خودم رو قربانی کنم؟ متاسفانه سیستم‌های حقوقی که به نظر من با درباره مواردی از این قبیل نوعی از دادگاه منصفانه میتونه باشه، ولی علنی نباید باشه.
یعنی خاطر اون دختر باید آسوده باشه که تمام حرفا در اون دادگاه مطرح میشه، همونجا پرونده به نوعی بسته میشه. نمیدونم چگونه میشه اینو به وجود آورد که خاطرش آسوده باشه میتونه مطلبش رو مطرح کنه. ولی شما فرض کنید که یه دختر بره درباره این موارد شکایت بکنه، راه میافتن دنبال همه روابطش، راه میافتن دنبال همه ارتباطاتش. ای بسا پسری هم که از دستش عصبانیه، دو سال قبل پنج سال قبل دوستش بوده، بگه از منم میخواست که من اینجوری یا اونجوری آزارش بدم. یه حرفیست در مقال حرفا، ولی وکیل مدافع از این استفاده میکنه برای احتمالا تبرئه اون مردی که با اون اینگونه بد رفتار کرده. اشکال کار اینجاست. بگذاریم باز برگردیم به سابقه کودکی. مطالعات چه نشونه جناب فروزنده؟ مطالعات نشون میده از 20 تا کودکی در کودکی مورد تجاوز قرار بگیره، 19 تاش حتما به هیچ کس نمیگه. علتش اینه که خودشو بد میدونه، میگه من بد نبودم با من بد نمیکردن، خودشو مسئول میدونه، خودشو مقصر میدونه، یا از تهدید اون آدم میترسه، یا امیدش به تموم شدنشه و پشت سر گذاشتنشه. به همین جهت است که متاسفانه در این گونه موارد بسیاری از آدم‌ها هستن که حاضر نیستن خطرات سنگین ویرانگر رو بپذیرن. علاوه توی دادگاه از شما میخوان جزئیات مطلب رو شرح بدید، یعنی بگید اول چی شد، بعدن شما چه کردید، شما با او چگونه رابطه ای داشتید، آیا این کار کردید یا نکردید، اون کار کردید یا نه، به این رضایت دارید یا نه، تو اون شرایط و وضعیت قرار گرفت. اصلا داستانی است. به همجاست که اگر از 100 نفر، متاسفانه متوجه هستم اگه کسی هم من میخواد اعتراض بکنه بکنه، 100 نفر بیان پلوی من و بگن ما همچین ماجرایی داریم، بریم و دنبالش بگیرم، حتما به 90 تاشون میگم نه، برای که ما قرار نیست خودمون رو با آتش بزنیم، برای که بخوایم نظام اجتماعی تو این گونه موارد حل کنیم. بله مسائلی که مسئله یه جامعه و فرهنگ، بله بعدم با اینکه یکی بره جلو یا 4 تا بره جلو، مسئله ای بسا اون قدرها حل نمیشه. به من میگید اشتباه، اصلا مخالفم. به همین جهته که شما این همه تاکید دارید تو مراحل رشد کودک از ابتدای تولد، حتی قبل از تولدش تا سنین بالا که برسه، و اینقدر این قضیه رو حساس میدونید. بدون تعریف جان فرزند، اصلا به نظر من ماجرای بزرگ کردن کودک را، ماجرای رانندگی در یک شب بارانی یا برفی با چراغ شکسته و برف پاکنی که خوب کار نمیکنه است. شما یه لحظه نمیتونی ازش غافل بشی. این وظیفه پدر مادری که مواظب بچه باشن که از این گذرگاه به سلامت بگذاری، بلا یا آسیب اینجا میتونه برای همیشه زندگی کودک رو به هم بریزه. دکتر هلاکویی اشاره کرد که از هر 20 کودکی که در دوران کودکی خودش مورد تجاوز قرار میگیره، 19 تا از این بچه ها حرفی نمیزنن، با کسی راز خودشون رو مطرح نمیکنن، چون احساس گناه میکنن. پرسشی که از ایشون مطرح خواهم کرد در برنامه آینده این است که چند درصد از این بچه ها می توانند به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، بر اون ترس و فحشت فائق بشند و بتوانند به هر حال در جامعه زندگی قابل قبولی داشته باشند و نرن در پی انتقام از اون ظلمی که در دوران کودکی برشون شده. همینطور مراحل رشد جنسی چگونه است و آسیب شناسی اون چیست؟ جان دکتر خیلی خوشحالم. من فقط از یه بابت خوشحالم، اقلا تکلیف من احتمالا برای برنامه آینده روشنه. با سورپرایز رو برونه امیدوارم که اخبار مربوط ما رو سورپرایز نکنه. به هر حال سپاسگزارم از این همه محبت که میکنید. بعد از یک روز پرکار در رادیو همراه، زحمت این ترافیک رو قبول میکنید. من میدونم این چقدر کار سختی است و تشریف میارید که در خدمتتون باشم. ممنونم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید، لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باشه.